رحمان الرحیم به نام یاد و خدا درود بر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم تشریف آوری همه مهمانان سروران گران قدر را به برنامه سخن پیک خوش آمدید میگویم صفا آوردین امید تا وقتی که در برنامه کنونی هستین از داشتهای برنامه فیض ببرین البته تشکر میکنم از تمامی پرسنل نظامی وزارت امور داخله به خصوص خانم ها و سرکار خانم هایی که در عرصه جنگ و همچنان تامین امنیت افغانستان همیشه وقت کمک و کوشش با برادران خود کردن و تامین امنیت کردن و ناگفته نباید گذاشت که تازه اول پیدا کردیم بعضی دوستا از ولایت لوگر آمدن قابل قدر است واقعا من حیث یک شهروند افغانستان افتخار میکنم که در مقابل همچو بزرگوارا و همچو صاحب منصبا قرار دارم و از خداوند توفیق خواهانستم تا در امورات زندگی و امورات رسمی کاری خود همیشه وقت قد رسایی داشته باشند و قابل یادآوری است که ماه مبارک رمضان به تمامی شهروندان افغانستان تبریک میگم امید طاعات عبادات همه شما در این ماه مبارک مقبول و قبول خداوند گردد البته در پیوند به موضوع برنامه کنونی ما که عنوانش زنان و امنیت در افغانستان است یادآوری بکنم که تنها بیشتر از یک دهه است که زنان از چهار دیواری خانه ها برآمدن و در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی کار میکنن. ما حالا شاهد هستیم که یک دکتر، یک مهندس، یک استاد، یک وکیل پارلمان و حتی پلیس و همچنان بر منصب های مختلف زنان را نقش میبینیم. البته که از جمله دستاورد های 14 سال گذشته است و همچنان دفتر پیک منحیث یک نهاد مستقل و غیر دولتی در عرصه تامین حقوق شهروندان افغانستان و همچنان تمثیل جامعه مدنی و یک جامعه دموکراتیک برنامه‌هایی را برگزار می‌کند که توسط از او بتانیم ما از فعالیت‌های عرصه‌ها و قشرهای مختلف جامعه آگاه شویم و همچنان یک دیالوگ خوبی باشد به خاطر بلند بردن ظرفیت جامعه مدنی و همچنان اتباع افغانستان البته پیک به این باور است که شهروندان با استفاده از همچو برنامه های میتونن اهداف آینده خود مشخص بسازن و همچنان فرصت ها و چالش هایی که در فراراه مشکلات مختلف در عرصه های زندگی مردم افغانستان وجود داره راه های خوب و نیک را جستجو بکنن البته تاپک امروزی برنامه ما زنان و امنیت است که در این برنامه دو مهمان فرجاوند و عالی مقام داریم که یکیشان عبارت از مل پاسوال حکمت شاهی رئیس امور زنان و حقوق بشر وزارت امور داخلی افغانستان است و مهمان دوم ما خانم لطیفه سلطانی مسئول بخش حقوق زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر که البته در قسمت بیوگرافی خانم شاهی قابل یادآوری است که خانم شاهی در سال 1343 در ولایت خوست افغانستان تولد شدند البته بعد از پایان یافتن دوره اکادمی پلیس از سال 1358 به این سو در صفوف پلیس و در منصب‌های مختلف نظامی کار کردند البته باورشان از صنف هفتم مکتب به این سو ای بوده که کوشش بکنند در عرصه تامین حقوق زن و همچنان خدمت به افغانستان کار بکنند منصب‌هایی را که تا به حال کار کردند مسئول جلب تحصیلی قماندانی امنی کابل مدیریت جنایی کابل قماندانی توله تعلیمی اوناسیه، آمریت نظارتخانه کابل، معاون اطلاعات جنایی کابل، منشی شورای زنان پلیس که نزدیک به 70 شورا در پیوند به زنان پلیس وجود داره که منشیشان خانم شاهی هستند و همچنان مدیریت پیژن و منشی امور زنان و قماندانی امنی کابل و معاون مدیریت حقوق کابل و مدیر حقوق اطفال و همچنان مسئول آپارات مرکز ساتنمنان و از دو سال به این سو مسئول رئیس امور زنان حقوق بشر وزارت امور داخله می باشند. البته در قسمت داشته های علمی و همچنان نوشته هایشان در پیوند به حقوق زنان و اطفال در مجله پلیس و ماهنامی که پلیس ماهانه به نشر می رسانه همچنان نوشته ها و مقالات مختلف دارند و همچنان از ایده ها و آرمان های بزرگشان عبارت از تساوی حقوق زن مرد و همچنان جندر می باشد و موضوع دیگر قابل یادآوری است که خانم شاهی در بیش از ده ها سیمینارهای بین المللی که در پیوند به زنان و همچنان مسئولین امنیتی در جهان بوده اشتراک کردند و البته به نمایندگی از پلیس زن در خارج از افغانستان
و مهمان دیگه ما خانم لطیفه سلطانی مسئول بخش حقوق زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر هستند، متولد ولسوالی جاخری ولایت غزنی در سال 1364 و همچنان تحصیلاتشان لیسانس رشته حقوق و دانشجوی دوره ماستری حقوق بین الملل می باشند. البته از 10 سال به ایسو در کمیسیون مستقل حقوق بشر کار کردند در بخش های مختلف مثل حقوق زنان، آموزش، منابع بشری و از 6 سال به این سو مسئول تنظیم برنامه های حقوق زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر هستند و داشته های علمیشان مقاله های متعدد در پیوند به حقوق زنان و موضوعات دیگر است و همچنان باور و ایده و تفکرشان عبارت از تساوی جنسیت و برابری حقوق زن و مرد می باشد و 15 کشور سفر آموزشی و کنفرانس های بین المللی رفتند. البته فرمت برنامه یا قالب برنامه طور است که در قسمت اول خانم شاهی را فرصت می دهیم که در پیوند به عنوان موضوع صحبت هایی داشته باشن. خانم شاهی. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و توانا. سلام و صبح بخیر برای همه دوستا و عزیزایی که حضور دارن در تالار، البته همکارای سخن پیک. خوش آمدید و خیر و مقدم میگم و همچنان خوش آمدید ویژه ای دارم برای خانم و همکار خوبم لطیفه جان سلطانی، مسئول زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با وزارت امور داخله. دوستای محترم، خرسند هستم در این برنامه مهم در جمع از خبرنگاران و جوانان تحصیل کرده کشور که بسیاریشان محصلین پوانتون ها هستند و در جمع چند تن از همکاران پلیس و ناسیه ما که از بخش های مختلف ولایت لوگر، قطعات خاص، سرحدی و همچنان بخش امنی تشریف آوردن حضور دارم. نخست از همه درود و تحیات میفرستم به خون پاک شهدای کشور، به ویژه شهدای نیروهای پلیسی ملی، به خصوص شهدای گلگون کفن ولسوالی جلریز میدان وردک که به تازگی جام شهادت نوشیدند، البته به خاطر پاسداری و حفاظت از وطنشان. ضمن تشکری از نهاد تحقیقی و پژوهشی ژورنالیستی سخن پیک که ششمین برنامه سخن را اختصاص داده به وزارت امور داخله و از آن آدرس برای ریاست حقوق بشر، اطفال و امور زنان وزارت امور داخله روی موضوع امنیت زنان در کشور، امیدوارم این برنامه به گونه موفقانه را با هم سپری نماییم. دوستای محترم، صلح و امنیت لازمه حیات انسانی است. بدون موجودیت آن در جوامع بشری کاروان تمدن به رکود مواجه می گردد و سعادت از آن فرار می نماید. دولت ها در هر جامعه مکلفیت دارند به خاطر خیر و فلاح مردم خیش امنیت و صلح را در کشور تامین نماید. کشور عزیز ما افغانستان در نتیجه چندین دهه جنگ در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مشکلات زیادی را متقبل که از آن جمله موضوع کمرنگ بودن و کاهش پلیس زن در صفوف پلیس ملی و سکتور امنیتی کشور یکی از چالش های کلیدی در مورد تحکیم و حاکمیت دولتی و گسترش قانون محسوب می گردد. ولی با وصف موجودیت شرایط جنگی با آن هم دولت افغانستان توانسته است با همکاری جامعه بین المللی به یک سلسله دستاوردهای مهم متوصل گردد که میتوان از شکلگیری نظام سیاسی، تصویب قانون اساسی، برگزاری انتخابات ریاست‌های جمهوری و پارلمانی، تصویب قانون منع خشونت علیه زنان، ایجاد و فعالیت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و تاسیس و ایجاد وزارت امور زنان، عضویت یک تعداد از خواهرای ما در ترکیب حکومت، پارلمان و ادارات عدلی و قضایی، اصلاحات چشمگیر را در نظام حقوقی و عدلی و قضایی، افزایش و حضور زنان در بخش سکتور امنیتی و غیره را میتوان نام برد. نیروهای پلیس به مثابه تطبیق کننده قانون در کشور نمیتواند بدون موجودیت و سهمگیری زنان وظایف محوله را به حسن صورت انجام و به شکل درست علیه برچیدن جرایم، فساد، بیعدالتی ها، مبارزه با حق تلفی ها و انواع مظالم دیگری که جز مکلفیت های وظیفوی پلیس ملی را تشکیل میدهد غلبه و پیروزی حاصل نماید. تقویه کیفی و کمی پلیس ملی از درک اوناست در مبارزه و ریشه‌کن ساختن دهشت افغانی، تامین صلح، عدالت اجتماعی مردم در جامعه نسبت به پلیس می‌گردد و در توانمندی و ارتقای ظرفیتشان ممت واقع می‌گردد.
آموزش مسلکی و تعلیمات اساسی اسلامی که از طریق تدویر سمینارها و کنفرانس ها و نشست‌های تحقیقی می باید نه تنها در رشد کیفیت بلکه در کمیت و تسریع پروسه جلب و جذب پلیس اوناس تاثیرگذار و رول ارزنده را ایفا می نماید که در مورد می توان از تعداد بیشتر از 96 سمینار آموزشی در سال 1393 و تعداد بیشتر از 16 سمینار و ورکشاپ آموزشی در سال 1394 در سطح مرکز و ولایات کشور را طور مستقلانه با همکاری کمیسیون مستقل حقوق بشر نهادهای حقوقی شبکه زنان یوپول لطفا جی اس اس پی یو ان اف پی و موسسات دیگر تدویر نموده است. لازم به یادآوری بوده که موجودیت و انجام وظایف پلیس اوناسیا محدود به یک بخش از پلیس مسئولیت کاری نداشته، بلکه لازم است تا در بخش‌های مبارزه با جرایم، استخبارات، نظم عامه، حقوق بشر، جندر، پاسپورت، توزیع تذکره، لوجستیک، پیژن و سایر بخش‌ها که در تطبیق قانون و تامین صلح تاثیرگذار رول تعیین کننده را دارند. سهم فعال خیش را ایفا می نمایند، زیرا به هر اندازه که سهم و مشارکت زنان در پلیس بیشتر گردد، شرایط امنیتی، جرایم، مفاسد کاهش پیدا می کند. عدالت، تامین و حاکمیت قانون تحکیم می یابد. زنان به مثابه قشر آسیب پذیر که همیشه در جامعه مورد خشونت های مختلف قرار گرفته، موجودیتشان در صفوف پلیس ملی یک امر ضروری و لازم پنداشته می شود. زیرا از یک طرف زنان مورد خشونت می تواند مشکل خیش را در مراجعه و تفاهم با پلیس مناسب به شکل مطمئن تر حل و از جانب دیگر پلیس زن نسبت به پلیس مرد می تواند به مشکل زنان به خوبی رسیدگی نماید. از آنجایی که با هر قدم و فعالیت مثبت و مثمر از جانب ادارات و اشخاص در جامعه بشری به منظور انکشاف پیشرفت و تامین عدالت انجام می‌یابد، یقیناً که با تحقق آن پروسه کاری، تسریع ظرفیت کاری ارتقا نموده و تحولات کیفی در عرصه‌های مختلف زندگی به نفع بشریت صورت خواهد گرفت. البته خواهرای ما غرض ارتقای ظرفیت به کشورهای مختلف اعزام شده که گفتم میتونیم بیشتر از 500 تن از خواهرای ما در سالهای گذشته به کشورهای مختلف مانند ترکیه، مصر، ژاپن، پولند و سایر کشورهای دیگر اعزام شده که ای هم از جمله دستاوردهای وزارت امور داخله هست. همچنان ایجاد سهولت های بیشتر و هرچی بیشتر مانند ایجاد تشناب ها، ایجاد تبدیلی اتاق برای پلیس مناسب به سطح مرکز و ولایات که کارش هنوز هم جریان داره، البته تکمیل نیست، در این قسمت هم اقدامات صورت گرفته. و همچنان به خاطر جلوگیری از آزار و اذیت خانم ها در داخل قطعات و جزات ما، کمیته و کمیسیون ایجاد گردیده که موضوعات چون آزار و اذیت را بررسی میگیرند و اونا را به مراجع عدلی و قضایی اعزام میکنند، ارسال میکنند. و سایر موضوعات دیگه که اگر من فراموش کرده باشم، یک موضوع مهم دیگه که ایجاد دفاتر حل پروبلم های خانواده به سطح مرکز و ولایات هم وجود داره و به موضوعات خشونت علیه زنان به سطح مرکز و ولایات رسیدگی صورت میگیره. البته زیادتر منصوبین زنان از طبقه اوناس میباشن. اگر سوال در قبال وجود داشته باشد تشکر میکنم. تشکر میکنم خانم شاهی از شما و از توضیحاتون که در پیوند به دستاوردهای وزارت امور داخله در قسمت زنان و بلند بردن ظرفیت و آگاهیشان است. البته در این قسمت از خانم لطیفه سلطانی خواهش میکنیم که بیانیت خود اعراب فرمایید. ای نام تو بهترین سراغاز، به نام تو نامه کی کنم باز. درود بر شما عزیزان همیشه در سنگر، شمایی که شب و روز در گرما و سرما کار میکنین، تلاش میکنین و پاسدار حفظ جان و ناموس شهروندان این مرز و بوم هستین. از جا دارد درود بفرستم بر روان پاک شهدای ولسوالی جلدیز که واقعا در این شب روزها تمام مردم افغانستان متاثر از این حادثه غم انگیز هستند. و تشکر ویژه از مسئولین محترم سخن پایک با راه اندازی چنین برنامه. دوستان گرامی، قسم که شما میدانین امنیت نقطه مقابل ناامنی هست. ناامنی یعنی یک حالت است که انسان با خطر مواجه است. در مدت 30 سال جنگ در افغانستان تمام شهروندان افغانستان متاسفانه با خطر، با تهدید و با انواع مختلف مشکلات روبرو بودند. بررسی های کمیسیون حقوق بشر افغانستان
نشان می‌دهند که در این مدت زمان در زمان جنگ افغانستان هنوز هم یک کشور در حال جنگ هستند، زنان و اطفال بیشتر قربانی را داده در این زمینه و همچنان در کنار از اینا پلیس و اردو که در خط مقدم بودند و متاسفانه در این قسمت هم ما قربانی های بیشماری داریم که اینا جانهای شیرینشان را از دست دادند برای پاسداری و برای حفظ جان و مال مردم افغانستان. بررسی های کمیسیون حقوق بشر افغانستان نشان می دهد که زنان از زوایای مختلف مورد تهدید و ناامنی قرار دارند. ما از محیط خانه شروع می کنیم. متاسفانه ما خانه را یک جای امن برای زنان می پنداریم. اما 98% خشونت ها در خانواده اتفاق می افتد. خانواده توسط کی؟ توسط نزدیکترین فرد خانواده. یا اگر عروس از توسط خشو، توسط خسور، توسط شوهرش، و توسط برادر، اینا کسانی هستند که نزدیکترین فرد خانواده هستند، اما متاسفانه محیط خانه را ناامن ساختند. اینا ریشه ها و عوامل گوناگونی دارند که باز هم برمیگرده و می مشکلات منازعات چندین جهت جنگ در افغانستان که باعث عقب ماندگی و بی سوادی مردم افغانستان شدند. زنان در محیط خانه امنیت جانی ندارند. ما آمارهای قتل ناموسی که در کمیسیون حقوق بشر افغانستان ثبت میشه بسیار نگران کننده هست و این هم بیشتر در ولایت افغانستان هستند که امنیت نسبی حاکم نیست. زنان امنیت اقتصادی ندارن، حق نفقه نمیتن بر زنان و همچنان زنان که کار میکنن هم بسیاری از زنان حتی در محیط خانه اینا استقلالیت اقتصادی ندارن، اجازه نمیتن از دستمزدشان خودشان آزادانه مصرف بکنن. زنان امنیت تصمیم گیری ندارن در محیط خانواده، چون میگه جنس دوم هست، زنان یعنی عقلش به اندازه مردان نیستن، بنابراین در قسمت تصمیم گیری و در حیطه تصمیم گیری در خانه تنها مردان صاحب صلاحیت هستن. بیاین در محیط کار و تحصیل ببینیم که چقدر زنان امنیت دارن. ما شما گزارشات زیاد میشنویم از آزار و اذیت جنسی هم در محیط تحصیلی و هم در محیط کاری، اما متاسفانه بسا قضایایی که کمیسیون حقوق بشر افغانستان ثبت کردن تبعیض وجود دارد در ادارات که در مقابل زنان و مردان اعمال میشه و از این ناحیه زنان بیشتر متضرر هستند. امنیت در اجتماع، زنان در اجتماع به بلوغ اجتماعی مستقل نرسیدن. زن گرفتن نام زن هنوز یک کار بسیار سنگین هست و این برمیگرده به یک موضوع حیثیتی در اجتماع افغانستان، چون خب عرف انعنات بیشتر اینمی موضوع نسل در نسل انتقال داده و امروزه هم بیشتر مردم معتقد هستند به یکی زنشان باید همسر کسی باشن، باید مادر کسی باشن و باید دختر کسی باشن. این ظاهرا میگن به خاطر احترام هست، اما نه، با مرور زمان ما میبینیم که یعنی در بسا موارد حتی تعداد زنانی که به اصطلاح امروزه میبینن که دارای اهلیت شخصیت باشن فکر میکنن که یک موضوعی تحقیر کننده هست و یک موضوعی توهین کننده هست. اینا مشکلاتی هستن که جامعه افغانستان با او روبرو هستن و ما تشکر میکنم از رئیس حکمت شاهی، گزارش بسیار خوب و دستاوردهای بسیار خوبی را در مدت چندین سال کار در وزارت امور داخل افغانستان کسب کردن و امروزه اینجا در حضور شما این گزارشات ارائه کردن. کارهای بسیار خوبی انجام دادن، کارهای بسیار اساسی و کلیدی انجام دادن، اما هنوز هم تعهدات دولت افغانستان یعنی عملی نشده. تعهداتی که در کنفرانس های مختلفی در قسمت تامین امنیت برای زنان و تامین حقوق زنان در افغانستان داشتن هنوز هم اینا عملی نشده و اراده سیاسی و جدی در زمینه تا هنوز هم وجود نداشتم. شما هفته پیش شاهد بودین که رونمایی پلان عمل قطعنامه 1325 در افغانستان انجام شد توسط رئیس جمهور افغانستان و بانوی اول افغانستان و این ما رو امیدوار می سازه و ای که دولت افغانستان با جدیت این بار حکومت وحدت ملی عمل میکنن به ای که حضور زنان را در حیطه تصمیم گیری و خصوصا در عرصه امنیت اینا باید ارتقا بدن و بیشتر بکنن و این خودش مایه امیدواری هست. این ساختن برنامه عمل قطعنامه 1325، شاید شما نام قطعنامه 1325 شنیده باشین و در این زمینه وزارت داخل افغانستان هم کارهای بسیار مفید انجام دادن. ما زمانی که عضو کمیته تکنیکی ساختن برنامه عمل در وزارت امور خارجه بودم، اونجا نماینده وزارت امور داخل افغانستان گزارشات بسیار خوبی را ارائه کردند، دستنامه های آموزشی در این زمینه وزارت امور داخل افغانستان داشتند، برنامه های آگاهی بسیار خوبی در مورد قطعنامه 1325 داشتند
و این قطعنامه قسم که شما هم آگاهی دارین روی بلند بردن میزان مشارکت زنان در پروسه صلح هست. بسیار تاکید کرده و شما هم شاهد هستین که در پروسه صلح افغانستان یک پروسه مردانه هست و در این قسمت بر زنان سهم کمتری دادن. و بخش دومی قطعنامه اطمینان از مشارکت زنان در نهادهای تصمیم گیری هست. میزان حضور زنان متاسفانه در نهادهای دولتی و غیر دولتی از سال 2006 به این طرف در حال کاهش هست، پایین میآید، چون وضع ناامنی در ولایت هم متاسفانه رو به وخامت است و تعداد زنان زیادی که به عنوان فعال حقوق بشر، فعال اجتماعی، کارمند دولت بودن، اینا تهدید شدن و به قتل رسیدن و این خودش یک تهدید هست برای متباقی زنان. و امروزه حضور شما و حضور بیشتر زنان در صفوف اردو و پلیس یک مایه دلگرمی هست برای زنان افغانستان که اینا علاقمند به کار میشن و مطمئن هستند که کسانی هستند که برای حفظ جانشان کار میکنن و تلاش میکنن. بخش سومی قطعنامه حمایت از زنان و اطفال در چارچوب قوانین انسان دوستانه هست. آمار تجاوز جنسی در گوشه و کنار افغانستان بسیار بلند رفته. تجاوز جنسی که متاسفانه هم توسط نزدیکترین فرد خانواده صورت میگیره و هم توسط کسانی که به قصد انتقام گیری هست و هم توسط مخالفین مسلح دولت افغانستان صورت میگیره. بناهن در چارچوب قوانین بشر دوستانه باید دولت افغانستان تعهداتشان عملی بسازن، هم در زمان جنگ و هم در زمان صلح اینا زنان و اطفال مورد حمایت قرار بدن تا ما شاهد کاهش تجاوز جنسی در حیث زنان و اطفال در افغانستان باشیم. گرچه که روند اجرایی این قطعنامه سالهای قبل بسیار به کندی پیش رفته، اما این بار ما هم به عنوان گرگان نظارتی تلاش میکنیم تا این روند از جانب حکومت افغانستان به جدی پیش برده شوه و نهادهایی که یعنی مسئولیت تطبیق این قطعنامه را داره سرکار از اونو هم نظارت خود کردیم و خود ما هم مسئولیت مستقیم در قسمت تطبیق قطعنامه داریم، هم در حصه بلند بردن سطح آگاهی زنان و هم در حصه ای که ما دادخواهی بکنیم برای ای که میزان حضور زنان در سطح تصمیم گیری باید بلند برده شود. فکر میکنم وقت تمام است و اگر سوالی داشته باشین ما در خدمت هستم. سپاسگزار هستم خانم لطیف سلطانی در پیوند به توضیحات دادین و همچنان دستاورد جدیدی که عبارت از رونمایی از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل تحت عنوان 1325 که کارکرد اصلیش ارتقای مشارکت سیاسی زنان است. البته می خواهیم سوال از خانم شاهی طور پرسان بکنم، با توجه به این قطعنامه که اصل هدفش ارتقا و مشارکت سیاسی زنان تحت 4 کارکرد مشارکت، حمایت، جلوگیری و امداد رسانی است. حالا سوال مطرح میشه طوری که وزارت امور داخلی افغانستان در پیوند به این که اصلا یک دید سنتی وجود داره نسبت به زنان در پلیس چه کارایی کرده و همچنان چند درصد پلیس زنان تشکیل میده و همچنان استراتژی وزارت امور داخله در پیوند به بلند بردن جلب و جذب خانم ها در صفوف پلیس ملی افغانستان چی ها است؟ وزارت امور داخلی جمهوری اسلامی افغانستان البته ریاست جندر و حقوق بشرشان در قسمت هرچی بیشتر پروسه جلب و جذب تفاهم با قماندانی عمومی، جلب و جذب قماندانی عمومی، تعلیم و تربیت، تدابیر بسیار خوب و سهولت های بسیار خوب، البته شرایط و امتیازات بسیار خوب در نظر داره. البته ای در پلان تطبیقی مصارفتی و پلان استراتژی وزارت امور داخله با وضاحت نشان داده شده. البته مبلغ $100 برای کسی که جدیداً به پلیس می پیونده در نظر گرفته. البته به خاطر ایجاد سهولت های هرچی بیشترشان خواهرها را در قسمت ارتقای ظرفیتشان در بخش اداره و منجمنت، در بخش های حقوقی و سایر موضوعات مسلکی همیشه کمک رسانده و پروگرام های آموزشی را بر از اینا آماده ساخته و همچنان به سطح مرکز و ولایت به خاطر رسیدگی به حل پروبلم های خانواده و حل پروبلم های خانواده دفاتر داره و همچنان حقوق مدیریت حقوق بشر و امور زنان را به سطح 34 ولایت ایجاد کرده و برای او ایده خواهرای ما که مورد خشونت قرار میگیرند رسیدگی آنی صورت میگیره و اونا را تحت حمایت قرار میده. همچنان خواهرای ما که در بخش پلیس کار میکنن در بخش های مختلف بر از اونها یک خط الپلاین یا خط شکایات را ایجاد کردن. بر علاوه که خط 119 وجود داره، شماره 100 وجود داره، خط الپلاین
ریاست حقوق بشر و امور زنان مختص برای خود وی در خواهرای ما که در قطعات و جزء ما کار میکنن آماده گرفتن بعض شکایت هایی که در ادارات با او مواجه میشن حاضر و آماده هست. البته سهولت های زیاد دیگه در قبال اجرای ترفیعات از یا منعیس تعبیز مثبت، البته تقرر از اینا حمایت های از طرف ریاست حقوق بشر و امور زنان صورت گرفته که میتونیم یاد بکنیم که مشکل افسرها تا جایی را حل شده. البته بسیار کم مشکلی که موانع قانونی داره در بخش ساتن منا هست که ما نمیتونیم فراتر از قانون پای بانیم و با اونا رسیدگی بکنیم. با آن هم ما در تماس هستم با رهبری وزارت امور داخله تا بتوانیم مشکل وی در ساتن منایی که مشکل ترفیات نظر به قانون دارن، قانون ذاتی افسرها، با او هم منعیس یک تعبیز مثبت رسیدگی شوه و اگر لازم ببینن مقامات. خانم شایی، شما منحیص مسئول درجه یک زنان پلیس در افغانستان 1.2% آمار دادین، چرا از طریق رسانه ها و یا از طریق برنامه های تشویقی، چون شهروندان شاهد هستن وقتی که به پلیس نیاز میشه اعلان داده میشه، اما چرا اختصاصی به خانم ها همی موضوع اختصاص نمیتونیم، با توجه به این که در جامعه زندگی میکنیم که دید سنتی نسبت به رفتن زنان در صفوف پلیس است، شما چه تشویق و چه آسیب شناسی دارین از این که حداقل می باور مثبت بسازین در ذهن اذهان مردم افغانستان؟ ریاست حقوق بشر امور زنان منعیس حمایت کننده قوی زنان یا بخشی که مسئولیت دارن نظر به لایحه وظایفشان در قبال خانم ها، البته در پروسه جلب و جذب کوشش نهایی خود میکنه. پروگرام های تبلیغی داره، پروگرام های از طریق کمپاین ها داریم ما که با او به اصطلاح اقدام میکنیم نظر به پلان های مرتبه. البته هیئت ما اعزام میشه، هیئت نظارتی به سطح مرکز و ولایات تا با نهادهای مختلف دولتی و غیر دولتی اونا در تماس باشن تا بتونن پروسه جلب و جذب سرعت ببخشن. و همچنان در قسمت ایجاد سهولت ها یا امتیازی که پیشتر خدمتتان عرض کردم اگر تکرار نشه، باز ما برای خواهری که جدیدن جذب میشه مبلغ $100 طور امتیازی در وقت تحصیل میپردازیم. تشکر میکنم. خانم سلطانی، سوالی که مربوط به شما میشه ای است که شما قبلا یادآوری کردین 98% خشونت در داخل خانه ها میباشه، اما ما موضوع برنامه ما طور است که زنان و امنیت در افغانستان. پیش شما ثبت است آمارایی که خشونت علیه زن پلیس شده باشه و همچنان بعد از قضیه فرخنده فکر میکنین که افغانستان جای خوب برای زنان است، حداقل کسایی که آمدن در صفوف پلیس هستن و حمایت میکنن از حقوق زنان؟ از این رقم یک مواردی که شما ذکر کردین در قسمت پلیس ما آمار بسیار کم داریم متاسفانه، کسانی که شکایت کرده باشه به یک تهدید شده. اما در قسمت قضایای تجاوز جنسی مثلا از 100 قضیه تجاوز جنسی 40 قضیه تجاوز جنسی به عنوان مثال که ما امیر به شما یک سمپل میگم مورد تهدید قرار میگیرن، هم از طرف خانواده و هم از جانب مقابل. ما بر زنا دادخواهی میکنیم تا زمانی که قضیهشان حل میشه اینا را خواهش میکنیم به خانه امن بفرستن و بعد از آن که اینا از خانه امن مرخص میشن، در صورتی که جایی نداشته باشن تعیین سرنوشت نشن، نهادهای جامعه مدنی افغانستان با همکاری دولت یک خانه دیگر ساختن به نام خانه امید. خانمایی که بی سرنوشت هستن یا زمینه رفتن به خانه را ندارن، اینا به یک خانه دیگه فرستاده میشه و نهادهای کمک کننده در زمینه جلب توجه دارن و کوشش میکنن برای اونها یا زمینه کار و یا یکی بعض خانما تصمیم میگیرن ازدواج میکنن. در قسمت اجرایی شدن این چند مورد که من قبلا هم یادآوری کردم که عبارت از باشه مشارکت، حمایت، جلوگیری و امداد رسانی در پیوند به ارتقای مشارکت سیاسی زنان، چقدر امیدوار هستین؟ ما خودم به صورت مشخص عضو کمیته تخنیق قطعنامه 1325 بودیم. افغانستان بیستمین کشور است که برنامه عمل قطعنامه 1325 ساخته. دلیلی که کشورها چرا تا هنوز نتانستن بیمیلیشان انمی نبود اراده سیاسی بود. این چند سال دادخواهی سرصده های جامعه مدنی، سرصده های مردم افغانستان در رابطه با تامین امنیت زنان و در رابطه با افزایش مشارکت زنان در سطوح در تمام سطوح تصمیم گیری و یا حتی در سطح های پایین، اینا باعث شد که دولت افغانستان اراده کرد و روند اجرایی قطعنامه روی دست گرفت. و این قطعنامه یک بخشش فقط ساخته شده، یعنی یک برنامه عملی عمومی ساخته شده، دو بخش کارزی هنوز هم مانده. یک برنامه عملی نظارتی هست، یک برنامه جداگانه بر تمام وزارتخانه ها هست، چون توسط یک کمیته بین وزارتی ساخته شده. بناهن هر فعالیتی که مربوط هر اداره هست او به صورت مشخص یک برنامه عملی جداگانه ساخته میشه و یک کمیته
مشخص نظارتی هم ساخته میشه به صورت جدی از روند اجرایی این برنامه نظارت میشه. سپاسگزار هستم لطیفه سلطانی مسئول بخش حقوق زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر و همچنان مل پاسوال حکمت شایی رئیس امور زنان و حقوق بشر وزارت امور داخله. قسمت آخری برنامه است که در پیوند به سوالاتی که مخاطبین حاضر در برنامه ما هستند سوال میگیریم. البته سوالم مشخصا در پیوان به عنوان و موضوعی که در ورقه هایی که پیش شما است باید باشه و همچنان در قسمتی که اسم خدا بگوین و مسئولیتشون چی است. با سلام خدمت شما، ابراهیم رجبی هستم از هفته نامه پیک دیدبان. یک سوال در اینجا پیش آمده از مهمانان عزیز شما، این وایی است که شما از قطعنامه شورای امنیت و تعهد افغانستان در قبال قطعنامه یاد کردیم، قطعنامه 1325. ما میخواستیم پرسیدن کنیم که با توجه به وضعیت که فعلا وجود داره و افزایش ناامنی ها و کمبودی هایی که دولت در قسمت امنیت داره، آیا افغانستان میتونه به این تعهد خود عمل کنه؟ با اجازه دوستا، قسمی که خواهر ما لطیفه جان از کمیسیون مستقل حقوق بشر بیشتر توضیحات بیشتر را دادن، قطعنامه 1325 چیز نو نیست. ما فکر میکنم از دو سه سال به این طرف ما نظر به پلان ملی که برای زنان افغانستان به اصطلاح در اونجا قطعنامه 1325 به وضاحت نشان داده شده، تمام مسئولیت های دولت در قبال زنان در قسمت در عرصه اجتماعی اقتصادی و همچنان سهمگیریشان در بخش سیاسی در اینجا گفته شده و البته در دو سه بخش، بخش صحت است، در بخش تامین امنیت است، در بخش معارف است، تعلیم و تربیه شایی هست که ما فعلا خواهرها را پیشتر هم عرض کردم که در اینجا خواهرای ما حضور دارند. نظر به قطعنامه 1325 تا جایی را اجرا صورت گرفته، اما امنیت واقعا یک چالش بسیار 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 مهم یا بسیار چالش بسیار دلخراشی است برای تمام مردم افغانستان، نه تنها برای زنها، برای مردا هم یک چالش هست که میتونه باعث یعنی کندی برنامه شها، نمیتونه متوقف بسازه، نمیتونه که بیخی بوره توقف بده و ما نتونیم قطعنامه 1325 که در اونجا تمام حقوق زنان در اونجا با وضاحت به او اشاره شده مورمانی شده. با عرض سلام درود، موضوع برنامه چون زنان و امنیت در افغانستان است، پرونده فرخنده را میخوایم، شاید موضوع برنامه نباشه ولی بازم به این موضوع امنیت ربط داره. میخواستم بفهمم که پرونده فرخنده پیگیری شده و چی نتیجه داشته، چون اگر ما در نظر بگیریم امی خود برنامه نمی خود پروگرامی که 1325 است، قطعنامه 1325 باز هم مورد درباره زنا بحث میکنه ولی باز هم در اینجا انال اگر ما درباره فرخنده اگر یک تصمیم صحیح گرفته نشه پس در صورت او قطعنامه هم یک چیز الهی میباشه که باز هم در افغانستان نمیتونیم بگوییم که امنیت زنا به صورت درستش تامین شده. پس چی نتیجه داشته و آیا پیگیری شده یا نشد؟ متاسفانه در قسمت قضیه فرخنده که قضیه بسیار یعنی بایس طرفگندگی تمام نهادهای شد در افغانستان در چند کیلومتری ارگ ای به وقوع پیوست، یعنی ما فهمیدیم که از لحاظ فرهنگی ما چقدر کارهای انجام دادیم که پیامد خوب نداشت، یعنی کار دستاورد ما بسیار کم بود و میبینیم که سطح آگاهی مردم چقدر پایین هست و در اون روز خوب باز هم یعنی واقعا دلم نمیشه که در عموم بگیم ارگانهای امنیتی سهلنگاری کردن، اما خب ما شما میبینیم که عملا سهلنگاری صورت گرفت. قضیه فرخنده در بخش سارانوالی و محکمه ابتداییشان ما به صورت جدی از قضیه نظارت کردیم، 4 نفر به اعدام محکوم شد، 18 نفر براءت گرفت و 18 تا پلیس هم که اینا هم در موردشان حکم صادر شد. یک سلسله نارسایی های وجود داشت، از اون جمله حضور وکیل مدافع بسیار کم رنگ بود و بعضی از نارسانی هایی که در جریان محکمه وجود داشت که اونا هم مصلحتی بود ما در قسمت خیلی زیاد جدی نمیگیریم، چون شرایط افغانستان یک شرایط است که قابل اطمینان نیست که اگر مثلا آمریکا باشه ما دفاع میکنه که بالای سر قاضی یک مسلح نباید باشه، یا مثلا متهمین و مظنونین زمانی که داخل محکمه میارن اینا نباید ولچک به دستشان باشن، اما اینجا جامعه افغانستان هست، ما این قسمت خیلی زیاد نمیتونیم جدی بگیریم که حتما فرد مسلح داخل محکمه نیاید، چون اعتبار نیست
و مشکل نامنی هم هست در این قسمت جدی نمیگرم اما حضور وکیل مدافع بسیار مهم بود از جمله شرط اساسی در محکمه عادلانه هست و در قانون اجرایی جزایی افغانستان هم رویزی بسیار صراحت داشته حالا با توجه به قطعنامه 1325 اجرایی شدن همچون موارد دیگر تکرار خواهد شد در افغانستان خب شما گوش کن یک بخش این محکمه را ما بسیار به صورت جدی دنبال کردیم سرصداهای وجود داشت و ما همچنان همیشه دل میدادیم به قضا میگفتیم قضا و سرانوالی ارگانهای مستقل هست اینا نباید تحت تاثیر جامعه مدنی و سرصداهای مردم قرار بگیرن اما متاسفانه اینا قرار گرفت محکمه استیناف اینا کوشش کردن که به صورت غیر علنی برگزار کنن ما فقط گزارش محکمه استیناف از تلویزیون شنیدیم که 4 نفری که به اعدام محکوم شده بودن اینا به 20 سال حبس محکوم شدن که ما در این زمینه قضیه باز هم پیگیری میکنیم و با ارگان های عدلی و قضایی باز هم یک بخش محکمه که حکم دادگاه عالی هست مانده و در قسمت باز هم یک غوری لازم هست که ما این قضیه را جدی پیگیری میکنیم اما تنها این قضیه نیست قضایی به شمار دیگه هست که متاسفانه منجر به بی‌عدالتی شده در قسمت قطعنامه 1325 ما یعنی ناامید میشم که شما بگین که قطعنامه الهی هست این قطعنامه قسمی که رئیس به مشوره کردن قبل از اینکه برنامه عمل ساخته شوه هم در برنامه های کاری وزارتخانه ها درج بود اما به صورت پراکنده ولی فعلا که یک برنامه عمل مشخص ساخته شده این قطعنامه تنها در یک بخش نیست در بخش های مختلف هست امروز در دستاورد هایی که ما میبینیم در افغانستان بخش از تطبیق مفاد این قطعنامه هست قسمی که خواهر ما لطیفه جان حضور همتان تمام مراحل دوسیه را عرض کردن براتان گفتن ما هم میخوایم با تاسف من حیث یک زن من حیث یک پلیس من حیث یک مجری قانون باید بگویم که موضوعی بسیار متاثر کننده بود نه تنها به سطح کشور نه تنها به از نگاه زنان افغان بلکه زنان جهان یعنی بسیار یک قضیه بسیار متاثر کننده بود متاسفانه که رهبری وزارت امور داخله و شخص خود ما در مجموع متاثر ساخته واقعا و روزها به خاطر این قضیه که در فکر تمام زنها گشته شاید زنهایی باشد اینجا که خوف نکرده باشه و سر ازهانشان سر روحشان واقعا تاثیر بسیار منفی داشته اما هیچ مملکت خالی از جرایم نیست ما ایرا میگم که در اینجا قضیه فرخنده بسیار قضیه دلگیر قضیه بسیار دلخراش و قضیه بسیار فاجعه آمیز بوده یعنی که در تاریخ وجود نداشته در هر قضیه متهمین یا کسایی که مرتکب به ایتور یک جرم میشن یا سایر جرایم دیگه اونا قانون وجود داره که از طرف ارگانهای عدلی و قضایی پیگیری میشه و به مراجع عدلی و قضایی سپرده میشه و اثر از اونا تصمیم نهایی گرفته میشه که همچو اشخاصی که در این قسمت از نگاه امنیتی غفلت کردن همیشان معرفی شدن طور لستوار رسمن برای سرانوالی مربوطش و اونا از طرف محکمه مورد محکمه صورت گرفته و تصمیم گیری در اونجا مراجع عدلی و قضایی است نه پلیس تشکر میکنم الله الرحمن الرحیم جیل کاسم از به حمایت فامیلی قطع خاص سوالم از خانم بچه‌ای است که گفته بودن در پلیسی تعلیمات زمانی که جلب جذب در پلیسی تعلیمات می $100 برشان ایاستانه مهیاست ما رفتیم پروسر تایی کردیم اما خودم این سای وعده کده بودم میره که $100 هم میتیم برتان تا حال در حساب ما انتقال نشده اگر مقسم وعده ها باشه باز در پروسی جلب جذب به نظر ما کندی خواد بود یعنی بحث تشویقی بسیار ضعیف بله است بسیار خوب بله بسم الله الرحمن الرحیم تشکر میکنم از خانم جلیکا واقعا خدمات شما ارزنده هست خدمات شما که شب و روزی است و شما همیشه با مخالفین روبرو هستین از طرف شب و روز شما عملیاتایی دارین که واقعا ما سر شما ببالیم و سر شما افتخار بکنیم و شما را تقدیر بکنیم نه تنهایی که تشویق پولی بکنیم ما باید شما را از نگاه معنویات هم که چنانچه که چند روز پیش هفته قبل شما از طرف رئیس جمهور در وزارت امور خارجه یک لوح تقدیر گرفتین برتان تبریک میگیم موفقیت این موفقیت تنها از شما نیست از تمام خواهرایی که اینجا یونیفرم به تن دارن و سر در کف گرفتن و برای خدمت بر مردم آماده هستند موضوع در نظر گرفتن امتیازات مادی موضوعی هست که ما با البته بودجه که از طرف سیستیکا برای بخش جندر حقوق بشر در نظر گرفته شده برای زنان پلیس در نظر گرفته شده ما بر از این نیازسنجی های بسیار خوبی داریم در اوایل می گفتند که ریاست حقوق بشر و امور زنان یا وزارت امور داخله شاید ظرفیت مصرف این پولی که در نظر گرفته شده شاید نداشته باشند اما نظر به نیازسنجی هایی که در
طول چندین سال ما تجربه داریم نیازی که وجود داشت برای خانم های پلیس ما سنجشی که کردیم پلان مصارفی را که جور کردیم شما باور کنین که هنوز هم ما اونا از ما باقی میشن و موضوع 100 دلار ما از قبل امرای از اونا مطرح کرده بودم یکی از نیازمندی های ما بود که ما باید خانم های پلیس یعنی برتری بتیم نسبت به برادرای ما که در وظایف هستند 100 دلار برشان امتیاز بتیم امتیاز ماش زمینی ماش باشه اما متاسفانه که برای فعلا خانمی که امرای ما مشاور هستند اونا این موضوع را رد کردن و برای فعلا در مبارزه هستم یعنی نهایی نیست نه منفی است نه مثبت چیز موضوعی که 100 دلار است برای محصلین و پرداخته میشه اما موضوعی که برای پرسنل در مجموع باید پرداخته شود برای فعلا لاینحل است یعنی در حال است که ما سر از او هنوز با موافقه نرسیدیم با اونا یعنی در پلان هم است کدام خورده امی بخش امی بودجه کدام خورده در پلان مصارفاتی ما است اما ای که اگر مشاور امرای ما قناعت بکنه انشالله که وزودترین فرصت از ماه جنوری سال 2015 به شما اجراات خواهد شد اما در صورتی که مشاور موافقه بکنه سپاسگزار هستم تشکر میکنم از تمامی بزرگانی که در مجلس امروزی ما تشریف آوردن و همچنان از خانم لطیفه سلطانی مسئول بخش حقوق زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر و همچنان مل پاسوال حکمت شاهی رئیس امور زنان و حقوق بشر وزارت امور داخله و چند مورد که من میخوایم یادآوری بکنم با امید روزی که 1.2% نه بلکه 10% در صفوف پلیس ملی ما زنان را داشته باشیم و همچنان تمامی قطعنامه های و میثاق های بین المللی را بپذیریم و مردها نه تنها در گفتار بلکه در عقیده هم نسبت به خانم ها باور داشته باشند و از لحاظ حقوق بشر هم دیگر هیچ قضیه در افغانستان تحت نام قضیه فرخنده ثبت نشد. البته راه های ارتباطی دفتر پایک و سخن پایک عبارت از فیسبوک، توییتر و یوتیوب و همچنان سایت رسمی دفتر پایک www.pikeonline.com می باشد. تا دیدار بعد و برنامه های دیگر شما را به الله بی نیاز می سپارم به امید افغانستان آزاد، سربلند و امن. تشکر.